دیدی یه سری شهر رو میری و اصلا هیچ تصوری نسبت به شهر نداری و یهو سورپرایز میشی؟ این یکی از اون شهرهاست که من سورپرایز خوب کرد. واقعا شهر جالبیه، اصلا من انتظار نداشتم. خیلی شهر جالبیه، هنوز حتی نمیتونم بگم که شبیه چه شهریه که من قبلا توش بودم. خیلی شهر جالبیه واقعا. آوری شاید مدت‌های زیاد اینجا موندم من. خیلی جالب شهرش. کشور شستم. سلام عزیزم، اصلا مول چک نکردن. پاسپورتم هم چک نکردم، جدیام. توی یک مینیبوس بسیار کوچولو هم هستم. نوشته توی این خونه باحال، نوشته که من بالاخره فهمیدم که همه چیز چجوری کار میکنه، اما بعدش فراموش کردم و هنوزم یادم نمیاد. شبیه داستان زندگی منه. اوکی، خداحافظ خونه. بریم سمت تیرانا دیگه. بهتون میگم که چرا من خونه میگیرم، چرا تو هتل معمولا وای نیستم و همه اینا رو توضیح میدم. ای Thank you so much. How are you? How are you? Nice to meet you. یه دلیل بزرگی که من خیلی هتل نمیگیرم و Airbnb میگیرم، Airbnb میدونید که یه وبسایتیه که آدما خونه‌های خودشون رو کرایه میدن. دلیل بزرگش اینه که شما وقتی که Airbnb میگیری با یک نفر سر و کار داری. اگه اتفاقی بیفته، اگه چیزی مشکلی پیش بیاد، میتونی با همون طرف صحبت کنی و به خاطر اینکه کامپیتیشن وجود داره که بالاخره کی بهتره خونهش واسه اینکه خونهش بهتر بتونه کرایه بده، معمولا کیفیتش بالاتره از بعضی هتل‌ها. هتل‌ها باید با شرکت و اینا سر کله بزنن که مشکلات خاص خودشو داره. امروز صبحم این دوستمون که Airbnb به هر حال میزبان من بود، بود من اینجا رسون بدون اینکه بخواد چیزی از من بگیر و اینا، فقط به عنوان یه سرویسی که حالا من یه ریویو بهتری واسش بذارم انجام داده. این مینیبوسم ما رو میبره تیرانا، دوباره از اینجا تا تیرانا حدود 4 ساعته، از پیرشتینا تا تیرانا 3 ساعت خورده. یه سر مرز ممکنه که دوباره نگه داره اینا. مرز اینجا بین کوزوو و آلبانی خیلی بامزه است که یک دفعه مثل اینکه بیشتر چک نمیشی، اینجوری نیستش که 2 دفعه چک شی واسه هر مرزی، که باحال دیگه. تیرانا رو خیلی چیزای خوب ازش میگن، بریم ببینیم که چه شکلیه دیگه. کشور شستم، بریم به سمت تیرانا. این ماهی ساردین میدونید چیه دیگه، توی کنسرو میکنن. دقیقا ما اینجوری 18-19 نفریم توی یه چیز کوچولو. پام خسته شد، 10 دقیقه اینجا چیزه استراحت. سر مرز آلبانی که میومدیم تو، اصلا ما نگه نداشتن. منم پاسپورت اصلا بیرون بود، پاسپورت من هم چک نکردم، بیرون توی خوش گذاشته بودم، همین آیدی نیویورک هم رو چک کردم. خیلی با حال بود، اصلا نیومدیم بیرون از از این مینیبوسه. This is the future. تنها 3 تا کشور توی دنیا وجود دارن که با پاسپورت امریکایی شما توشون میتونی بیشتر از 1 سال بمونی: گینه 5 سال، گرجستان تا 365 روز و اینجا کشور آلبانی هم تا 365 روز بدون گرفتن ویزا میتونی توش بمونی بدون هیچ مشکلی. من هم توی قلبم الان. نگاه کن. I love Tirana. Love کلمه بزرگیه، به نظرم هر جایی نباید استفادهش کرد.
پیش از اینکه اصلا وارد تیرانا بشیم در مورد کشور آلبانی بخوام صحبت کنیم اینا، بذارید چند تا تیپ بهتون بگم در مورد گرفتن هتل تو شهرهای مختلف و اینکه چجوری من هتل یا ایر بی ام بی میگیرم. جا مکانن، اگر یه کشوری باشه که استارباکس، کافی شاپ استارباکس توش داشته باشه، معمولا اونجا جای خوبیه، چون استارباکس میلیون ها دلار خرج میکنه ببینه که کجا بهترین جاست توی هر شهری که بخواد پول خرج کنه. 5 دقیقه 10 دقیقه اونجا جای خوبی هن معمولا واسه این که بخواد یه جا بگیرید اگه میخواد تو وسط همه چیز باشید. این موضوع اولش. موضوع دوم واسه گرفتن جا، اگر کشوری هستن که بالاخره کافی شاپ استارباکس توشون نیست، اگه تو گوگل مپستون برید، اینجا میندازم ببینید، تو گوگل مپس برید، کف این خیابونا و شهر رو زرد کردن. هر جا دیدید که کفش زرد این شکلی بود، معمولا جایی هستش که شلوغ پلوغ، بیزیه، جایی گردشگری و ایناست که میتونید بهش سر بزنید. ناگهان اینجا مثلا خاکستریه، خبری نیست، یه خورده که میاد این طرفتر زرد میشه. هر جا کفش زرد بود یعنی جای باحالیه. بهتونم پیشنهاد میکنم که 10-15 دقیقه اونجا قدم زدن جا بگیرید، چون هم از اون طرف هم شلوغیای اون داونتاون و این جوستا نداره که بخواد شب نتونید بخوابید و اینا. در مورد این که یه سری تیپ و اینا هم که مراقب چه چیزایی توی خونه باشید، موقعی که برگشتم توی ایر بی ام بی بهتون میگم. واسه گرفتن هتل یا ایر بی ام بی، کسایی که دوستان تو هتل بمونن، معمولا گوگل ترافل وبسایتش رو با اینجا لینک میدم، چیز جالبیه. بر اساس رنکینگ و دستینیشن و دیستنس و اینا حتما سرچ کنید. اگرم ایر بی ام بی میگیرید که معمولا من میگم، دوباره من میگیرم، موقعی که دارید سرچ میزنید، اینجا میندازمش دوباره، موقعی که دارید سرچ میزنید، حالا مثلا الان من زدم تیرانا بین 18 تا 25 واسه یه نفر، میتونید برید و اون پایین حتما سوپر هست رو چکش بزنید. چکش کنید که آدمای سوپر هست ها معمولا کسایی هستن که دیگه انقدر میزبان بودن، میدونن که چی به چیه، مرتب خونه هاشون اینا. من فقط سوپر هست میگیرم هر جا که میرم. این یه تیپ دیگه ای که واسه اینکه جایی که بخواد بمونید. اینجا هم ساختمون اپرای این شهر تیراناست باحاله. یو از اون اپرا اونجوری. They sing to one another. La preia jarena mucara sorali. All right. فوکوس کن بابا، فوکوس کن. 21496 تا قدم، 10 مایل، نزدیک 12 کیلومتر حدوداً من روز قدم زدم. از اوریجم یه خورده پایین‌تر، اوریجم توی روزانه 25000 تا معمولاً، ولی از مشخصات شهر خوب، شهری که توش میتونی قدم بزنی و فوق‌العاده است. اینجا خیلی دوستش دارم، خیلی روک بهتون بگم، شهر تیرانا اومد بالا، اومد توی ردیفای 10 تای اول شهرهای من. واقعا شهر خوبیه، باحاله. حالا شروع. اوکی، هتل پیدا کردید، اومدید توی خونه. من همیشه چند تا چیزو انجام میدم به خاطر اینکه ببخشید سوال میکنم، ولی آدمای مریض تو دنیا زیاد هستن. به خاطر همین من قبل از اینکه وارد بشم همیشه خونه رو چک میکنم واسه اینکه دوربینی، چیزی، یه چیز مخفی تو خونه نذاشته باشن. به خاطر اینکه پرایوسی منه، این به این معنی نیست که من چیزی میخوام هاید کنم یا اینکه از چیزی نگرانم و اینا، ولی بالا تو خونه است دیگه، پرایوسی یه چیز کامن سنسه. یه چند تا نکته من انجامش میدم. اول از همه این که کلا پالیسی اول من اینه که هر موقع یه خونه ای رو به شما نشون دادم یا اینکه منتشر شده بود اون ویدیو، یعنی اینکه من دیگه تو اون خونه نیستم. همیشه یه جوری تنظیم میکنم که قبل از اینکه بخوام پابلش کنم ویدیو رو، دیگه تو اون خونه نباشم. این اولیش. کار بعدی که میکنم چیه؟ میام همه جا رو تاریک میکنم، کاملا نور همه جا رو خاموش میکنم. تاریک شد، میگردم دنبال نقطه های آبی و قرمز، یه نقطه ای که به هر حال از توی دوربین و اینجور چیزا میاد بالا، میاد بیرون. یا یه جایی مثل این، مثلا یه تلویزیونی الان اینجا وجود داره کنار تخت، دقیقا روی تخته، و فلاش موبایلم روشن میکنم، این بالاش رو نگاه میندازم ببینم که ریفلکشنی، چیزی وجود نداشته باشه که شبیه دوربین باشه. حله، این مشکل نداره. بعد میام دستشوی همون چک میکنم. اگه تو دستشوی همون دیدید چیزایی که نباید وجود داشته باشه وجود داره، مثل ساعت، از این سنسورهای دود و اینجور چیزا، یه خورده مشکوک میزنه. اینجا حله، اینجا مشکل نداره. قضیه بعدی هم آینه است.
آینه ها به هر حال میتونن که پشتشون دوربین و چیزای دیگه کار بذارن، اگه انگشتتون رو بچسبونید به این آینه، اگه ریفلکشنی نمیبینید، یه لایه‌ای بین انگشتتون و انعکاسش وجود نداره، یعنی این آینه واقعیه. اگه یه لایه‌ای وجود داشت، یه حالت دوجداره وجود داشت، خیلی مراقبش باشید. خلاصه اینجوری میتونید بچرخید ببینید که دوربین چیزی تو خونه وجود داره یا نه دیگه. اینم واسه تامنیل این ویدیو اتفاقه. بلند کردن درون تو این شهر یه خورده منو نروس میکنه به دلایل زیادی، ولی به خاطر شما این کار انجام میدم دیگه. اون ویدیو هم که در مورد درون گفتید چشم میسازم، باید یه جایی پیدا کنم که یه شهری و یه کشوری پیدا کنم که درون بلند کردن توش خیلی مشکل زا نباشه، اونجا دیگه انجامش میدم. چشم. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. خیلی شهر آلوده ای از لحاظ سیگنال و اینا، دو سه دفعه از دستش دادم. کم بوده بود از دستش بدم و به خاطر یکی دوتا شد. جان من اینجا شبیه خیابان ولیعصر نیست؟ الان یه سری میگن نه اینجا شبیه خیابان نیست. اگه توی فیلم های هالیوودی دقت کرده باشید، معمولاً آدم بدا یا روسیه‌ای هستن یا از آلبانی‌ان. اما اگه یک آدم بد میخوان نشون بدن، کاراکتر بد، معمولاً آلبانیایی‌ها نشون میدن. و وقتی هم که همون وبسایت استیداد‌گاه رو چک می‌کنی، خیلی هشدار داده که حواست باشه اینجا دزدی کردیت کارت زیاد و از این صحبت‌ها. به خاطر این قبل از اینکه وارد کشور بشی یه خورده ذهنتو درگیر میکنه. من کلن واقعا پالیسیم اینه که خیلی توجه نمیکنم به این چیزا، فقط این دیتا رو جمعش میکنم که میگم داشته باشم یه آشناییتی داشته باشم، حواس خودم رو بیشتر جمع کنم. ولی واقعا اون فیلینگی که خودم نسبت به یه شهر یا کشور دارم از همه چیز واسه مهمتره واقعا. معمولا خیلی از شهرها رو وقتی میری بهشون سر میزنی یه حسی بهت میدن که همون لحظه اول میتونی بفهمی که چی هستن. تیرانو این حس هنوز به من نداده. یه جای شبیه تهرانه، یه جای شبیه چینه، یه جای شبیه ایتالیاست. شهر جالبیه. خلاصه اینجا میدون اصلی شهره. کلن شهرهایی که قدیمی هستن یه میدون وسط دارن و اینجوری یه شکل دایره وار میرن عقب. شهر اربیل کردستان هم همین شکلیه. تیرانا شهر ارزونی اصلا نیست، شهر گرونی هم نیست. هر 103 لک، کرنسیشون اسمش لکه، هر 103 تا یک دلاره و حدوداً با 120 تا میتونی یه دونه چای بخوری. مخلصیم. لطفا لایک بزنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید اگه تا اینجا موندید. امیدوارم که ریتم این شکلی که شهر رو بیشتر نشون میدم بهتر باشه واسه تون. توی یک هفتهی که من اینجا بودم، توی نگاه اول بخوام چند تا نکته رو توضیح بدم. یکی این که شهر
پتانسیلای خیلی بالایی داره و جایی هستش که واقعا بشه هفته و ماه توش موند. برای سرمایه‌گذاری اگر پول دارید به نظر من خیلی جای بهتری از استانبول واسه سرمایه‌گذاری کردن. نمیدونم چرا آدم‌ها میرن استانبول سرمایه‌گذاری میکنن، ولی اینجا به نظر من پتانسیلی بیشتری داره. در مورد آدماش، مردها به نظر من خیلی اگریسیون توش خشنن یه خورده، یا حالا به خاطر اینکه لبخند نمیزنن این شکلی دیده میشه. خانمای خورده خب ملایم‌ترن، ولی اون نگاه دوباره هست، نگاهی که من هنوز دارم پیداش میکنم که این نگاهی که از من دور شو یا اینکه او چقدر سکسی هستی به من نزدیک شو، هنوز نمیدونم، احتمالا سکسی هست. ولی دیگه اینکه سازمان مجاهدین خلقم اعضای زیادیش تو اینجا زندگی میکنن تو این شهر که دربارش کاملا صحبت کردم بعد از اینکه تایتل ها و کردتا اومد. آخر اون توضیح دادم واسه اینکه نمیخواستم این ویدیو سیاسی کنم، آخر این ویدیو گذاشتم که اگه دوست داشتید میتونید ببینیدش. اگر ببینم که جایی داره که یه ویدیو مفصل تر بسازم میسازم، ولی قول بهتون نمیدم. همین دیگه، زود میبینمتون. امیدوارم که این جوری بهتر شده باشه یه خود ریتم و اینا. مخلص میدم. این یه مونولوگ طولانیه، خواستم که در مورد یک موضوع مهمی هم اینجا صحبت کنم باهاتون. کشور آلبانی و حالا شهر تیرانا جایی هستش که به هر حال یه بخش زیادی از اعضای مجاهدین خلق اینجا زندگی میکنن. من اینو بارها قبلا هم گفتم به عنوان یک خبرنگار، به طور کلی من طرف کسی یا ضد کسی رو نمیگیرم، حتی یک نظر شخصی هم داشته باشم بروزش نمیدم، به خاطر اینکه به هر حال تاثیر میذاره رو کار من. ولی و موضوع دوم این که به نظر من یک سری چیزها رو ما اصلا نباید بهش بپردازیم، به خاطر که به اون موضوع الکی داریم قدرت میدیم یا بهش پابلیسیتی میدیم یا میاریمش تو خبرها، در شکل در صورتی که نباید این کارو بکنیم. اگر اینم بیاد یاد بگیریم، به نظر من چیز بدی نیست، مخصوصا تو خبر. اگه یه خبر عجیب غریبی میشنوید، چه از جمهوری اسلامی صدا و سیما شه، چه از جاهای دیگه است که عجیب و غریبه و میخواد شیرش کنید، خیلی از اینا تریکای رسانه‌ایه واسه اینکه ذهن شما درگیر کنه که بخواد خبرو شیر کنید. اگر شما چند دفعه ایگنورش کنید و ایگنورش کنید، نه شیر بشن، نه لایک زده بشن، نه صحبتی ازشون بشه، اون مجموعه میبینه که کار نمیکنه و جواب نمیده بین جمعیت بزرگ مردم، تأثیری نداره یا جایگاهی نداره. به خاطر این بهتر اینه که ایگنورشون کنید تا بخواید که هی بیاریدشون تو خبرها. به همین خاطر کلن سازمان مجاهدین خلق یه چیز بسیار کوچولویه برای من و من ترجیح میدم که در موردش صحبت نکنم، ولی به خاطر این که یه چیزی به حال من صحبت دربارشان کردم و اشاره بهش کردم، بذارید اون نگاهی که خودم رو دارم به عنوان محمد خیرخواهی که شخصی هستش، نه به عنوان محمد خیرخواهی خبرنگار که بی طرف هستش، بهتون بگم. من فکر میکنم مثل هم خیلی از ایرانی های دیگه که توی ایران داریم زندگی میکنیم، سازمان مجاهدین خلق یه جای به هر حال، حالا اسمش بخواد تروریستی بذارید، منم باهاش موافقم. اینا صدمات زیادی به مملکت ما زدن و برخلافه که حالا جمهوری اسلامی خیلی چیزا دعوای خیلی کسا گفته منفی خواسته بکنه و اینا، اصلا به این معنی نیستش که من طرف جمهوری اسلامی رو میخوام اینجا بگیرم. شما به هر حال دیگه دیدگاه من در مورد جمهوری اسلامی میدونید، توی ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردم. ولی سازمان مجاهدین به خاطر کارهایی که تو زمان جنگ کردن، این همه آدم بیگناه، این همه بچهای بیگناه ملت رو کشتن، جایگاهی ندارن به هیچ وجه دیگه. من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که حتی یک درصد خیلی خیلی کوچیکی هم حتی وجود داشته باشه که بخوان ساپورتشون کنن، بخاطر اینکه دیدگاه عجیب و غریب ترسناکیه واقعا. و کلن هم که نگاه کنید، اون کسایی که رفتن شهید شدن، حالا اسمشو هر چی میخواد بذارید، کشته شدن، شهید شدن، جانشون رو دست دادن، اون به نظر من، حالا اینکه میپذیرمش یا میپسندمش یا نه متفاوته، ولی وقتی که یک نفر دانسته و خواسته پا میشه میره از کشور خودش دفاع کنه و جانش رو از دست میده، به نظر من یکی از بالاترین جاها هستش توی انسانیت. و شما با هر دیدگاهی که باشی نمیتونی اون شجاعت و اون کاری که اون همه آدم رزمنده و حالا هر کسی رفتن زمان جنگ با عراق انجام دادن و بذاری کنار و
نپذیرشون. و از زمان کسایی که رفتن و کشته شدن آدم های فوق‌العاده‌ای بودن و حالا به هر شکلی ذهنشون رو نمیدونم تغییر دادن، هر چیزی که هست که من فکر نمی‌کنم اون شکلی باشه، میگم موضوع طولانی است، میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد، ولی به خاطر اینکه این آدم‌ها اومدن خیانت کردن و کلی آدم رو کشتن و کارهای بعدی که کردن توی سیستم ایران، به نظرم جایگاهی ندارن واقعا. اینم دوباره میگم، همیشه ما متاسفانه وقتی از یک چیزی نفی میکنیم، این به این معنا به آدم ها وصف میکنن که او چون تو مجاهدین خلق رو داری میذاری کنار، پس داری طرفداری جمهوری اسلامی میکنی. به هیچ وجه این شکلی نیست. گفتم دوباره، من خواستم اینه که این سیستمی که الان توی مملکت هستش بره بیرون و اصلا طرفدارش نیست، ولی به هیچ وجه مجاهدین خلق رو نمیپسندمش. به هیچ وجه هیچ جایگاهی به نظر من نداره در بین ایرانی ها، چه داخل کشور و چه خارج از اون، و یه جورایی ول مثلن واقعا. ببخشید این طولانی شد، این مونولوگ مهمی بود به خاطر که من تو این شهر هستم، باید اینو صحبت میکردم، دواش میگفتم. واقعا من یک آدمی هستم که دوست دارم دیدگاه مختلفو بشنوم، دوست داشتم که یک نفری بیارم که واسه این سازمان به هر حال عضوش هست، بشینیم اینجا با هم دیگه گپ بزنیم، گفتگو کنیم، ولی واقعا به عنوان یک خبرنگار یا یوتیوبر یا هر چیزی که اسمشو بذارید، نمیخوام حتی اون جایگاه و اون بلندگو به همچون آدمایی بدم که بخوان صحبتی هم بکنن. خیلی خیلی رک دیگه.